سلام میکنم به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر جا که هستین. امروز اومدم در خدمتتون باشم با تهیه یه جوجه کباب و مرینت متفاوت. و ادامه جوجه ها رو هم الان میرسم. عزیزان، یک برنامه که در رابطه با مرینیت کردن جوجه کباب بود رو دیدم، خیلی دوست داشتین، خیلی ازش استفاده بردن و کامنت های زیباتون باعث شد که من دوباره خدمتتون باشم با یه جوجه کباب پرورده. برای تهیه این جوجه کباب خوشمزه ما احتیاج به 2 کیلو گوشت مرغ بدون استخون داریم که قبلا هم بدون استخون کردنشو بهتون آموزش دادم. من اینجا فقط از سینه مرغ، رونهایی که بدون استخون شده و تیکه تیکه شده به این شکل استفاده میکنم، نه بال هست و نه استخون. خب اینا رو داخل ظرف میریزم. اینجا مرغا رو منتقل کردم به ظرف، از نمک استفاده میکنم. کمی روغن زیتون به اندازه 1 قاشق سوپ خوری روغن زیتون میزنم. و زعفرون دم کرده دارم اینجا، بهش اضافه میکنم. اینجا اجازه میدم که این مرغ به اندازه 1 ساعت با این مواد بمونه و کاملا طعم بگیره. بعد میام خدمتتون. تقریبا 1 ساعت گذشته و الان نوبت چیه؟ پیاز. پیاز ها هم همونطور رشته ای خرد میکنیم و اضافه میکنیم به جوجه هامون و میذاریم یه 2 ساعت دیگه بمونه. هی میگی تو فضای باز، تو فضای باز هم که میام این زنبورای خوشگل نمیذارن و من همش استرس گزیدنشون دارم. خب این پیازا رو کامل با این مواد مخلوط میکنیم. اینجا میبینید که خیلی مواد اولیه‌مون ساده هست ولی مواد اصلی بعد اضافه میشه و اونها رو هم شما ملاحظه میکنید. اینو خوب هم میزنم که کاملا پیازا باز بشن و همونطور که میدونید مرتب هر یه نیم ساعتی مواد جوجه کباب رو هم بزنید، اجازه بدید کاملا به خورده هم برن تا 2 ساعت. خب جوجه ها رو به ظرف دیگه منتقل میکنم که بتونم سلیفون بکشم و بذارم داخل یخچال. در خدمتتون هستم با تهیه یک کته خوشمزه همراه یک تهدیگ خوشمزه که با هم درست کنیم و در کنار جوجه کباب امروز سرو بشه. ابتدا برنج رو که از قبل خیس کردم رو و آبی که اندازه کردم میریزم داخل قابلمه مورد نظرم و میذارمش روی گاز. خب وقتی که ریختم داخل قابلمه، حالا مواد لازم رو بهش اضافه میکنم. من اینجا 1 قاشق چای خوری هل دارم، 1 قاشق هم نمک، 2 قاشق مربا خوری سیر پوره شده،
مطمئن باشین که طعم سیر اصلا تو این برنج و کتمون اذیت نمیکنه. اینجا دو تا قاشق هم ماست چرب دارم که مخلوطش میکنم، بدون اینکه روغن بزنم میذارمش تا آبش کاملا کشیده بشه. به این مرحله که برنجمون رسید و کاملا آبش کشیده شد، از روی حرارت برمیداریم. از این برنج کتمون یه مقدار میرزم داخل یه ظرف بمیشه. و زعفران رو که دم کرده بودم منتقل میکنم روی این کتمون. اجازه میدم قشنگ به خوردش بره. خب اینجا ما برنج زعفرونی داریم، یه دو تا سیب زمینی نازک به این قطر من آماده کردم، حلقه حلقه کردم. مقداری کنجد دارم و کمی روغن که برای کفش استفاده میکنم، به اضافه این قالبی که ازش استفاده میکنم. یکم روغن میریزم کف قابلمه. از روغن کنجد استفاده کردم. به چرخونمش که همه جا شده کنم. خب اینجا قالبم رو میذارم داخلش وسط تقریبا، اگر این که نمکرد میشش کنم. و از این برنج زعفرونی میریزم داخل قابل، داخل قالب. کنجد رو اطراف قالبمون هر چقدر که دوست داریم بپاشیم. سیب‌زمینی‌های نازک رو به این شکل از حالتی که لبه هاش روی هم قرار بگیره دور تا دور قالبمون میچینیم. سیب‌زمینی‌ها رو به این شکل چیدم، میام ادامه برنج رو انتقال میدم روی این سیب‌زمینی‌ها. حالا یه مقدار برنج رو دور قالب قشنگ قالب گیری کردم و الان میام قالب رو میکشم بیرون و ادامه برنجم رو روی این قسمت میریزم. برنجمون کاملا صاف میکنیم و میذاریمش روی حرارت ملایم که دم بکشه. مدت 35 دقیقه. خب عزیزان، الان میبینیم که جوجه کبابمون آماده شده. همینطور که میبینید رنگ و رخش هم اینو نشون میده بهمون. میریم که به سیخ بکشیم آمادهش کنیم برای مرحله بعد. اینا چون روغن زیتونم خوردن دیگه من از روغن استفاده نمی کنم. این رونا رو توی سیخ میکشم، سینه ها رو هم توی سیخ آماده میکنم، بعد میام خدمتتون. عزیزان من جوجه ها رو کاملا سیخ کردم، آمادهشون کردم برای رفتن رو آتیش. زغال رو هم که آقای حدادی آماده کردن. در مورد پرورده شدن این جوجه میخواستم خدمتون عرض کنم که
از فلفل پرورده ای که توی کلیپ قبلی آماده کرده بودم، من برای پرورده کردن این جوجه استفاده می کنم که داخل ظرف می ریزم و به این شکل به اصطلاح فراوانم استفاده می کنم، چون دوست دارم حسابی این جوجه کباب طعم‌دار بشه و مقداری هم از کره محلی استفاده می کنم. شما می تونید از کره پاستوریزه هم استفاده کنید. در مورد پرورده کردن جوجه، از فلفل پرورده استفاده کردم. برای کباب ترش یا جوجه کباب ترش از گردو و رب انار و کمی سیر و اگر دلتون بخواد از سبزی استفاده میشه که سبزی معطرم استفاده نمیشه، معمولا رب اناره و مغز گردو، ولی من برای اینکه خوشمزه تر بشه از فلفل پرورده استفاده کردم که همه مواد رو داره. و در ضمن روش درست کردن کباب ترش یا پروردم به چند روشه. بعضیا قبلش تو مواد میخوابونن این جوجه رو، تو همین مواد پرورده یا جوجه کباب ترش رو تو مواد ترش میخوابونن بعد کباب میکنن، گاهی اوقات هم همینطوری توی ظرف، گاهی اوقات هم روی مواد رو روی موقعی که داره کباب میشه روی سیخا میکشن، که من اون رو ترجیح نمیدم. چرا؟ چون معمولا دیدم که اون گردو و رب انار میسوزه و کبابمون خشک میشه، اینطوری خیلی لطیفتر و آبدار میشه. بریم که جوجه ها رو بذاریم روی منقل. دوستان توی این هوای بارونی و این جوجه کبابا خیلی دلم میخواست که اینجا بودیم. اینم جوجه کبابامون که آماده شدن، آقای حدادی هم زحمت کشیدن. حالا من اینا رو کاملا میتکونم داخل این سوسمون. به این شکل من کاملا جوجه ها رو آغشته می کنم به مواد و ادامه جوجه ها رو هم الان می ریزم. مواد رو زدم به جوجه هامون، حالا میذارمش روی آتیش یه 20 دقیقه اینطوری با حرارت زغالا حسابی طعما به هم دیگه به جوجهمون غلبه کنن. میریم که برنجمون رو ببینیم که تعدیگش در چه حاله. بریم ببینیم برنجمون چی شد. خب حالا سینه رو میذارم. یعنی اینقدر مطمئنی؟ ها نمیدونم دیگه، قضاوت با شما. یا علی از اول خودم ببینم. واو اینه که بخور. خوبه؟ دست شما درد. من میگم به شما ایمان دارم، باور نمیکنم. حتی باید یکم داغش میذاشتیم کم بشه که انسجامش رو داشته باشه. اگه داره یکم باز میشه به خاطر که خیلی داغه. دیدی چجوری نگاه میکنه؟ دیدی خانم جوجه شما جداست از این که اصلا نمیتونم بهت بگم. اینم از جوجمون یه همش بزنید. این کاملا توی مواد طعم‌دار شد. خب ببینم چجوری شده بهتون بگم.
نمیدونم چی بگم. ولی مطمئنم که اگر مهمون امروز من یه آقای یا خانم شمالی بود، واقعا به این جوجه احسن میگفت. جای همگیتون خالی. دوستان عزیز، این هم از پایان این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و غذا رو درست کنید و در کنار خانواده لذت ببرید. لحظات شادی رو براتون آرزومندم. دوستتون دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.